خب ما جدولایی میتونیم داشته باشیم که بعضی از خونه هاش با هم اصطلاحا مرج یا یکی شده باشن. مثلا تو این جدولی که من رسم کردم ممکنه بعضی از سلول ها یا خانه های جدول به این صورت مرج شده باشن. اگر من بخوام یه همچین جدولی رو توی صفحه وبم داشته باشم، باید بیام منطق و دیدگاهم رو بر این منوال بذارم که ردیف به ردیف جدولم رو ایجاد بکنم و برای جدولم ماکسیموم ستون رو در نظر گرفته و بر اساس اون جدولم رو ایجاد بکنم. به صورت عملیاتی بخوام صحبتم رو پیاده بکنم، میام توی صفحه وبم، در واقع داخل کدهای مربوط به صفحه وبم تگ تیبل رو درج میکنم، تگ تی آر که داخلش ببینید برای ردیف اول 1 2 3 4 تا خانه داریم که هر کدوم از خانه ها و سلول ها با خونه بغلی مرج نشده و من باید 4 تا تی دی داشته باشم. برای ردیف بعدی باز دوباره من یه تی آر باید بزنم با 2 تا سلول. پس من 1 تی آر که داخلش 2 تا تی دی قرار داره درج میکنم. این خانه‌ای که اینجا هستش خودش شامل 3 تا خانه است، 3 تا از ستون‌های جدول رو پر کرده. پس بنابراین من باید خصوصیتی بهش بدم که شامل 3 ستون باشه. به این خصوصیت کال اسپن میگن. کال مخفف کالن، اسپن یعنی گسترش یافته. خونه‌ای که گسترده شده توی 3 تا ستون. پس میام به خانه اول کالسپن 3 میدم. ردیف بعدی شامل 1 2 3 تا ستون و خانه است. پس من میتونم با استفاده از این خط کد اول ردیف سوم رو هم ایجاد بکنم. یکی از تگ های مربوط به سلول ها رو باید پاک کنم و به این نکته هم باید توجه داشته باشم که سومین خانه از جدول شامل 2 تا ستونه، یعنی اصطلاحا کالم اسپن شده یا کال اسپنش برابر با 2ه. ردیف بعدی باز شامل 3 تا خانه است. من یکی از تگ های این ردیف اول رو پاک کنم درست میشه و خانه اولش کالسمن 2ه. و نهایتا ردیف آخر که خودش یه سلول داره که در 4 تا ستون گسترش یافته. پس من یه تی آر نیاز دارم، یه تی دی که کالسپنش 4ه و اگر من پیش نمایشی از این رو بخوام بگیرم روی صفم، چون ولیوی ندارم هیچ پیش نمایشی به من نخواهد داد، پس بنابراین میام به تیبلم، یک اتریبیوت بوردر میدم با ویت 400 پیکسل و هایت مثلا 500 پیکسل. حالا خواهید دید که جدولی که من توی ورد داشتم با همون ترتیب با همون شکل و شمایل روی صفحه وبم خواهم داشت. حالا موضوع بعد اینه که اگر ما جدولمون رو به این صورت داشته باشیم که به جای اینکه
سلول های مربوط به جدول در عرض با هم یکی شده باشند، در ارتفاع و اصطلاحاً هر خانه از جدول شامل چند ردیف باشه، اون وقت باید چی کار بکنیم؟ من حالا به شکل ساده تری این کار رو انجام میدم. فرض کنید جدول ما به این صورت هستش. خب من برای ردیف اول 1, 2, 3, 4 تا خانه باید در نظر بگیرم. پس بیام توی محیط کد نویسیم، ردیف اول رو مثل جدول قبلی قرار میدم. منتهی مراتب اینجا موضوعی که هست اینه که خود خانه اول شامل 3 تا ردیفه، یعنی اسپن شده تو 3 تا را. پس بنابراین توی کد هام به تیدی اول رو اسپن برابر با 3 میدم. ردیف بعدی خانه اول که با تگ بالایی ساخته شده و نیازی نیست دوباره تگ بخوره، 1, 2, 3 تا سلول من باید براش ایجاد بکنم. پس بنابراین ادامه این کد ها رو به قسمت پایینی میارم. 1 ردیف 3 سلوله که ردیف دومش، در واقع ستون دومش، خودش شامل 2 تا ردیف هستش. پس رو اسپن برابر 2 باید داشته باشه. با انجام چند تا تمرین ساده شما میتونید به راحتی جداولتون رو ایجاد بکنید. ردیف سوم خانه اولش که با خانه مربوط به ردیف اول ایجاد شده، یه سلول اینجا داره. این سلول هم که با ردیف بالایی ایجاد شده، پس 2 تا سلول من نیاز دارم برای این ردیف و این باید پاک بشه. ردیف بعدی 4 تا سلوله که سلول 4 رو اسپنش برابر 2ه. من این رو میتونم کپی بکنم و بیارمش اینجا. 1, 2, 3, 4 باید اینجا قرار میگرفت. خب رو اسپن این باید برداشته شه و رو اسپن خانه آخر باید بشه 2 و ردیف آخر هم نهایتاً 3 تا سلول داره، چون سلول آخر با ردیف بالایی ساخته شده و من میتونم این رو پاکش بکنم. حالا خروجی کار رو به این صورت شما میتونید ببینید، یعنی همون ترکیبی که برای جدولم در صفحه ورد در نظر گرفته بودم رو من تونستم کداشو بزنم و یه همچین خروجی رو داشته باشم.